بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای شفی و خدای صبور خداوند دانش خداوند نور همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هشتم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و روزگارتان در پناه خدای بزرگ به خوبی و خوشی سپری شود خب عزیزان رسیدیم به 27 این جلسه از مضمون بیولوژی سنف هشت و آخرین جلسه امیدوار هستم که درس گذشته ایتان به خوبی خوانده باشید و با آخرین ویدیوی آموزشی برنامه دریچه دانایی همراه ما باشید در ابتدا یک ارزیابی را از درس گذشته با یک دیگر داشته باشیم و پس از اون بریم و آخرین موضوعات بیولوژی سنف هشت با یک دیگر یاد بگیریم خب عزیزان امیدوار هستم که درس گذشته خوب خوب خوانده باشید سوال اول منابع طبیعی را تعریف کنید اگر به یادتان باشد در جلسه گذشته ما و شما در رابطه با منابع طبیعی و انواع منابع با یکدیگر صحبت کردیم و گفتیم که هر آنچه که در طبیعت بدون دخالت ما انسان ها به صورت خدا دادی وجود داشته باشه منابع طبیعی نام داره سوال دوم انواع منابع طبیعی را نام ببرید منابع طبیعی به چند گروه تقسیم می شود؟ آفرین به شاگردایی که درس خوب خواندن منابع طبیعی به دو گروه تجدید پذیر و تجدید ناپذیر تقسیم می شود. سوال سوم منابع آبی افغانستان را نام ببرید خب باز اگه یادتان باشه در جلسه گذشته گفتیم که بیشتر آبهای افغانستان از آبهای زیرزمینی چشمه ها دریاچه ها دریاها و جویها ها میشه سوال بعدی اگر آبها آلوده شود چه پیامدهایی دارد خب مسلم است که اگر آبها به هر شکلی آلوده شود ابتدا برای موجودات زنده ای که در آب زندگی میکنه یک خطر کلان و بزرگی خواد بود به دلیل اینکه با افزایش آلودگی های آب اکسیژن موجود در آب کاهش پیدا میکنه و زمانی که این اکسیژن کاهش پیدا کنه موجودات زنده ای که در آب زندگی میکنه به دنبال اون دچار مشکلاتی خواهند شد و زمانی که این موجودات حیات و جان خودشان از دست بدن یک حلقه از زنجیره های که در اکوسیستم های آبی هستند حذف میشه و اون موجوداتی که قضایشان از دست دادن به طور غیر مستقیم حیات اونها هم به خطر میافتد سوال بعدی اگر آب باران بر خشکی ها ببارد چرخی آب چگونه اتفاق میافتد؟ در رابطه با چرخه آب در جلسه گذشته با یکدیگر صحبت کردیم و گفتیم که ما دونو و چرخه آب داریم یک چرخه کوچک و دومی چرخه بزرگ یا کلان که زمانی که نور خورشید به سطح دریاها میتابید و آبها بخار میشد و این بخار آب در آسمانها تبدیل به ابر میشد و با توجه به درجه سرمایه ابرها یا آسمان یا به صورت برف و باران یا به صورت تگرگ به زمین بر میگرده که اگری به روی خود آبها دوباره برگرده چرخه کوچک و اگر به روی خشکی بباره چرخه بزرگ یا کلان خواهد بود در این سوال فقط چرخه کلان از ما و شما خواسته خب اگر این آبهایی که به خشکی ها میباره به, به سطح زمین نفوذ کنه به زیر خاک نفوذ کنه و جریان پیدا کنه کم کم آهسته آهسته طبقات فوقانی خاک طی میکنه فرو میره به بخش های زیرین یک جا میشه و تشکیل آبهای زیرزمینی یا سفره های زیرزمینی را میده و این آبهای زیرزمینی هم در زیر زمین یک جا میشه و کم کم به یک منبع آبی بزرگتر مانند دریا، دریاچه و یا خود به اقیانوس ها میرسانه اگر هم در سطح زمین به وسیله انسان یا نباتات و یا حیوانات مصرف شوه از طریق تنفس اینها دوباره به صورت بخار آب وارد هوا میشه و مجددا تبخیر شده و به آسمان میره ای از چرخی کلان آب بود خب شاگردان خوب به یک منبع طبیعی بسیار مهم دیگه به نام خاک می رسیم که بسیار در زندگی ما مردم افغانستان خصوصا به دلیل از اینکه کشاورزی و زراعت و دامداری در کشور ما جزء مشاقل اصلی مردم ما هست اهمیت فوق زیادی داره اما ما در درس امروز یاد میگیریم که چگونه از خاک محافظت کنیم چگونه مانع آلودگی خاک شویم و خاکهای حاصل خیز و غیر حاصل خیز را چگونه از یکدیگر تشخیص بدیم خب شاگردای خوب خاک به عنوان یک منبع طبیعی بسیار مهم است چرا بسیار مهم است به خاطر اینی که تشکیل خاک زمان بره یعنی که زمان بسیار زیاد و طولانی لازمه تا دوباره خاک تشکیل شود اما چقدر زمان خب در کتاب های مختلف علمی که شما بخوانید و انشاءالله در سنفای بالاتر در کتاب جیولوژی خواهید خواند که یک سانتی متر خاک سطحی برای تشکیلش بین 100 تا یک هزار سال زمان لازمه چرا اینقدر تفاوت داره بین یک هزار یا صد سال به خاطر ازی هست که مناطق مختلف آب و هوا در زمان تشکیل خاک نقش مهم می داره. در مناطق گرم و بیابانی 100 تا 150 سال زمان لازمه و مناطق سرد 1000 سال زمان لازمه تا یک سانتی متر خاک تولید شود پس ببینید چقدر زمان زیادی لازمه به طوری که ما حتی میگیم خاک تجدید ناپذیره یعنی که زمان خیلی زیادی را ضرورت داره برای تشکیل دوباره خب این خاک متأثر از محیط هست مثلا در جاهایی که بارش های فراوان میباره نمیشه هر جایی را که بارش زیاد باشه ما خوش باشیم به خاطر افزایش ذخایر آب هر چیزی به حد و اعتدال خودش برای ما و شما مفیده چرا که بارش های خیلی فراوان سبب میشه که وقتی این بارش یا ای آبها به قسمت های عمقی زمین نفوذ کنه همین مواد مقضی و مواد معدنی و مینرال‌هایی هایی که در خاک وجود داره با خود حل میکنه و به قسمت های زیرین میبره و این باعث میشه که خاک های سطحی که بیشتر نباتات ریشه اونها در خاک های سطحی هست دچار فقر مواد معدنی شود خب حالا ما و شما برای حفاظت از خاک چه وظایفی داریم و چه راههایی داریم این خاکی که اینقدر زمان لازمه تا دوباره تشکیل شوه و او هم یک سانتی متر او و اینقدر هم برای نباتات اهمیت داره ما و شما باید با توجه به آب و هوای یک منطقه شرایط لازم برای حفظ خاک فراهم کنیم مثلا در مناطقی که باد زیاد است نظیر ولایت هرات و فرا که بادهای زیادی را دارم ما اونجا باید درختان قرض کنیم نهال و درختان اونجا بکاریم تا در هنگام وزش باد درخت ها نیروی انرژی باد بگیره و ذرات خاک کمتر با خودش جابجا جا کنه راه دیگه مرتوب نگه داشتن خاک هست حالا در مناطق دیگه ای که باد کمتر هست یا شرایط درختکاری در اونجا خوب نباشه با رطوبت یا حفظ نم یا نمناک کردن خاک میتونیم مانع از بلند شدن ذرات خاک شویم که ذراتی که سبکتر هست و وسیله بادهای شدید جا به نشو و بخش سطحی خاک از دست نره دیگری اینه که تا جایی که ما میتونیم در مناطق مختلف جایی که شرایطش لازمه و فراهم هست ما بیایم اونجی علف و بوته و درختچه و از این نباتات بکاریم به خاطر از ای که ریشه های این نباتات ذرات خود ذرات خاک به خود میگیرن میچسپانه به یکدیگر و مانع از بلند شدن ذرات خاک به وسیله باد میشه خب این یک موضوع موضوع دیگه این که بسیاری از منابع طبیعی ما امروزه یک فقط صرف برای نباتات نیست برای ما موجودات زنده دیگه هم از نظر تأمین انرژی بسیار حایز اهمیت حالا ای انرژی میتونه انرژی غذا باشه که به طور غیر مستقیم غذاهای ما با منابع طبیعی در ارتباطه و یا میتونه انرژی های دیگری باشه که در اسلاید های بعدی امروز با یک دیگر با اونا آشنا میشیم اما به راستی هدف از خوردن غذا چیست؟ ببینید شاگردای خوب یکی از لذت دنیا لذت غذا خوردن حالا شما ایره شاید تجربه کردین که یک روزی که از مکتب به خانه میایین و مادر شما یک غذای بسیار خوشمزه ای را برای شما آماده کرده که شما او را خیلی دوست دارید از خوردن این غذا بسیار لذت میبرید به،, به طوری که بزرگان میگن لذتی که در غذا خوردن وجود داره ممکنه در چیزهای دیگه وجود نداشته باشه این لذت را همه شما تجربه کردیم چرا ما اصلا غذا میخوریم علت خوردن غذا به خاطر دو موضوع هست یکی نیاز ما به انرژی و یکی دیگه نیاز ما به ماده برای رشد کردن ما و شما غذا میخوریم تا انرژی لازم برای راه رفتن برای فکر کردن برای درس خواندن برای صحبت کردن و غیره را به دست بیاریم شما به خاطر دارید که در ماه های مبارک رمضان زمانی که به افتار نزدیک میشین و انرژی شما کم میشه دیگه حتی هیچ ممکنه حوصله حرف زدن هم نداشته باشیم پس یکی از دلایل خوردن قضا انرژیه علت دیگه که بسیار مهم هست نیاز ما به ماده برای رشد کردن ما برای که رشد کنیم احتیاج به پروتئین داریم احتیاج به انرژی داریم احتیاج به مکمل های غذایی ویتامین ها احتیاج به منرال ها و مواد معدنی و اینها را داریم که ما اینا را در قالب غذا وارد بدن خودمان میکنیم که همینطور که ما رشد میکنیم نیازهای بدن ما هم به این ماده برطرف شود که حالا اگر ما با کمبود مواد غذایی روبرو بشیم خدا اینا خواسته ده تهدید یا معرض سوی تغذی قرار میگیریم پس بنابراین هدف ما و شما از خوردن غذا فقط انرژی نخواهد بود خب یکی از معضلات مهم کشورهای امروزی افزایش جمعیت است چرا که جمعیت که روز به روز زیاد شوه نیاز به انرژی نیاز به غذا و ماده زیاد می شود و باید این نیازها از طرف دولت های هر کشوری تأمین یا فراهم شود. خب مردم ما و شما بیشتر از همه به شغل زراعت و دامداری مشغول هستند. مسلمه که وقتی که افزایش جمعیت داریم وقتی جمعیت زیاد میشه خب دامداران ما به فکر پراورش و تولید دام بیشتری خواهد بود و زراعت و کشاورزان ما هم به همین صورت است تلاش دارند که در بازی زمانی کمتر محصولات بیشتر و مفیدتری را به جمعیت یا به متقاضیان برسانند که این کارها باعث میشه که پشت سر هم کشاورزی ها انجام شود و برای اینکه محصولات بهتری را برداشت کنند از کودهای کیمیاوی از آفتکش ها هم استفاده میشه که این کودهای کیمیایی و آفت به طور مستقیم به خاک آسیب میرسانه و یا حتی در دا دامداری از دواهای استفاده شوه که این دامهای ما سریتر رشد کنه سریتر ما از شیر و گوشت اونا استفاده کنیم که این هم به طور غیر مستقیم به سلامت ما و شما خودش یک ضربه ای را وارد میکنه خب با افزایش جمعیت زراعت و مالداری گفتیم زیاد میشه به خاطر اینکه جمعیت زیاد میشه آفتکش ها و کود های کیمیاوی هم سبب فقیر شدن خاک میشه اینها خاک ها را فقیر میکنه به همین خاطر که افزایش جمعیت بر کاهش حاصل خیزی خاک تاثیر زیادی رو داره اما انرژی و منابع آن ما گفتیم که این انرژی دو نوع یک انرژی که برای بدن ما مورد ضرورت هست و یکی دیگه انرژی هست که در زندگی ما و شما در امکانات و تکنولوژی زندگی ما و شما بسیار ارتباط داره خب ما منابع طبیعی را در جلسه گذشته هم گفتیم دونو منبع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر داریم منابع تجدید پذیر چیا بودن؟ آفرین آب، آفتاب، باد، و منابع تجدید ناپذیر مانند سوخت های فسیلی، زغال سنگ، نفت یا همو تل، گاز و غیره هست. خب جالب بدانید که 75 فیصد نیاز ما به انرژی امروز از منابع تجدید ناپذیر هست. ببینید 75 درصد از منابع تجدید ناپذیر ما استفاده می کنیم و 25 درصد از منابع تجدید پذیر. حالا منابع تجدید ناپذیر دیدین که چقدر سال زیاد زمان لازمه تا اینا دوباره پس تشکیل شوه برای زغال سنگ و گاز و تل و اینا حتی بیشتر از یک میلیون سال لازمه پس بنابراین واقعا اینا تجدید ناپذیر حساب میشه پس ما و شما باید با پیشرفت علم و تکنولوژی صنعتی بیایم سوخت ها را جایگزین کنیم بیایم به جای منابع تجدید ناپذیر از منابع تجدید پذیر استفاده کنیم حالا یک جایگزینی را برای شما مثال میزنیم مثلا برای تولید برق از توربین های بادی استفاده کنیم شاید دیده باشید در مناطقی که سفرهای زمینی را دارید یک چرخ هایی را ببینید که اینها مانند پکه هایی در مسیر باد قرار داره و زمانی که باد میوزه این پکه ها میچرخه اینا توربین های بادی نام داره که با چرخش خودشان جریان برق تولید میشه در دو ولایت افغانستان در ولایت هرات و ولایت فراه به خاطر بادهای موسمی یا بادهای فصلی که داره از اینها یعنی از این توربین های بادی در تولید برق استفاده میشه اما بسیار اندکه چه خوب است که ما بیایم و در سرمایه هایی که خود کشور ما داره فکر کنیم و این منابع طبیعی کشور را جایگزین کنیم تا کمتر نیاز باشه به برق وارداتی باید از همون منابعی که داریم استفاده کنیم خب این توربین های بادی همراه با چرخشی که داره جریان برق تولید میکنه یا با احداث صد یا بند در مسیر آبها ما میتونیم آبها را ذخیره کنیم و توربینهای های آبی را به حرکت در بیاریم و برق تولید کنیم. یک منبع تجدید پذیر دیگه که بسیار ارزان و فراوان در اختیار ما و شما قرار داره انرژی آفتاب هست. امروزه در کشورهای اروپایی هم حتی به خاطر ازی که کمتر به گاز و منابع نظیر اونها دسترسی دارن روی به استفاده از منابع آفتاب میشه. اما میدانید که در کشورهای اروپایی به دلیل موقعیت اونها در کره زمین آفتاب کمتری داره اما کشور ما و شما که آفتاب زیادی را داره ما باید از این آفتاب استفاده کنیم خب آفتاب چی نقش هایی در زندگی بشر داره چی در نباتات چی در حیوانات و چی در انسان ها مهمترین نقشی که آفتاب داره این هست که برای یک فرایند یا تعامل بیولوژیکی بسیار مهم یعنی فتوسنتز یا ترکیب زیایی مورد ضرورت است طوری که اگر آفتاب وجود نداشته باشه ترکیب زیایی انجام نمیشه و اولین حلقه از زنجیره های غذایی که همون تولید کنندگان یا نباتات هست از بین میره ما سیارات زیادی در منظومه شمسی داریم که این سیارات یا خیلی به خورشید نزدیک هستند یا خیلی از خورشید فاصله دارن. همین فاصله داشتن باعث سرمای شدید و نزدیک بودن به خورشید باعث دمای بسیار بالا میشه که شرایط برای حیات نمیتونه ایجاد کنه اما موقعیت زمین کره ما و شما که بر روی اون زندگی میکنیم در جای قرار داره که نه زیاد از خورشید دور است و نه زیاد به خورشید نزدیک است بنابراین دمای مناسبی را به کره زمین ایجاد کرده تا موجودات زنده بتانه به راحتی بر روی اون زندگی بکنه که این زندگی وابسته به همین فرایند یا ترکیب زیایی یا فتوسنتز است خب ما و شما بهتر است که بیاییم و از این سولرها یا باتریهای خورشیدی استفاده بکنیم و از اینها تا جایی که میتونیم نیاز روزمره و یا نیاز زندگی خودمانه به برق از انرژی نور خورشید تأمین, تامین کنیم خب ما انتقال انرژی را در یک اکوسیستم در فصل های گذشته خواندیم مجددا در اینج در کتاب شما دوباره اشاره کرده گفته انتقال انرژی در یک اکوسیستم به صورت یک ماده منتقل میشه این ماده را حالا دیگه شما خوب درک میکنین با خوردن مواد غذایی هست وقتی ما مواد غذایی را میخوریم با همراه با این مواد غذایی به بدن ما انرژی وارد میشه این انرژی مقدارش صرف نیازهای بیولوژیکی بدن ما میشه و مابقی در بدن ما و شما ذخیره میشه در نباتات در ریشه ساقه و هر جایی که ما از اون نبات میخوریم و استفاده میکنیم در حیوانات هم بسته به ای که ما از گوشت از این حیوان استفاده کنیم و یا از شیر این حیوان استفاده کنیم همین ماده در قالب انرژی به صرف نیازهای خودش میشه و مابقیش ذخیره میشه در بدنش که زمانی که ما اونها را استفاده میکنیم نیاز ما و شما رفع میشه مثلا در این هرم میبینید که از قسمت تولید کنندگان ما یک هزار کیلوگرم مثلا ماده را تولید میکنه این ماده میتونه در ریشه ساقه و برگ نبات باشه این نبات که به وسیله اولین مصرف کنندگان خورده میشه به 100 کیلوگرم میرسه یک هزار به صد رسید مابقیش چی شد؟ مابقیش در صرف نیازهای خود این موجود زنده ای حلقه اول یعنی نباتات شد. حالا این 100 کیلوگرم ماده ذخیره ایش به 10 کیلوگرم در مصرف کننده دوم که گوشت خاره میرسه. حالا باز اینج چرا کم شد؟ به خاطر اینکه مقدارش صرف نیازهای خودش میشه. همین تو تا که در حلقه آخر که میرسیم هزار ما به یک کیلوگرم میرسه. پس بنابر این در یک اکوسیستمی همراه با انتقال انرژی ماده هم منتقل میشه هر چقدر ما این حلقه ها کمتر شوه مقدار ماده و انرژی به اون نفرهای آخر بیشتر میرسه و هر چی بیشتر دست به دست شوه این ماده کاهش پیدا میکنه چون مقداری صرف نیازهای بدن خودشان میشه خب اما واقعا وظیفه ما و شما در مقابل حفظ منابع طبیعی به طور عموم چه آب، چه خاک، چه آفتاب، مواد غذایی، جنگل ها، حیوانات چه خواد بود؟ ما چه وظایفی را به عهده داریم؟ خب شاگردای خوب راه های حفظ منابع طبیعی برای ما و شما حالا ما دیگه در پایان فصل میتونیم میره پیشا پیش حدس بزنیم ما بیایم یک از منابع تجدید پذیر به جای منابع تجدید نپذیر استفاده کنیم راه دیگه ای هست که ما از کودهای کیمیایی کمتر استفاده کنیم از آفتکش های زراعی از دواهایی که برای نباتات مورد استفاده قرار می گیرد. از دواهای کیمیایی کمتر استفاده بکنیم تا خاک کمتر آسیب ببیند و دیگری ای که برای جنگل ها و مراتع قوانین رواز کنیم که استفاده از ای درختان به صورت بیرویه انجام نشود یعنی درختان سرخودانه قطع نشود و جنگل های ما و شما آسیب نبینه شکار حیوانات هم به همین صورت باید این یک چارچوب یک قوانینی داشته باشه که هر کسی هر گونه از جانداران را برای رفع نیاز خود شکار نکنه و ما با تهدید انقراض گونه های کمیابی از موجودات زنده در کشور روبرون نشویم خب ما از آب و معادن خود به قدر لازم و از راه صحیحش استفاده بکنیم تا انشاءالله در آینده با کمبود این مواد روبرو نشیم خب شاگردای سنف هشتم رسیدیم به پایان کتاب بیولوژی شما انشاءالله که استفاده لازم را از ویدیوهای آموزشی ما برده باشید و تانسته باشیم یک نردوانی شویم برای رشد و ترقی علمی شما و انشاءالله به آرزوی ای که روزی در کشور ما و شما صلح و امنیت بیاید و ما شما را در موفقیت های بزرگی ببینیم همه شما عزیزان به خدای بزرگ و مهربان می سپارم خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار خدایا رو نگهدار شما